بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و عترته الطیبین الطاهرین، اللهم صل علی محمد. و لا تکشف عنا سترا سترته علی رؤوس الاشهاد یوم تبلو اخبار عبادک. در دعای یازدهم محورهایی مطرح شد برای عاقبت به خیری بعد از خطابات این که ای خدایی که ذکرت شرف برای ذاکرین و شکرت سعادت برای شاکرین و طاعتش نجات برای مطیعین و تقاضای اشتغال قلوب به ذکر خدا و السنه به شکر خدا و جوارح به طاعت خدا، وارد شدیم به این مرحله که اگر برای ما فراغتی قرار دادی، فراغت سلامت باشه، پیامدهای ناهموار ناهنجار جسمی و روحی نباشه، سعمه نباشه، تا اینکه کتاب سیئات با دست خالی برگردند و کتاب حسنات مسرور. و در فراز بعدی بحث پایان کار که وقتی ایام زندگی ما منقضی شد و مدت عمر ما به پایان رسید و اون دعوت فراگیرت برای قیامت ما را استحضار کرد، از تو می خواهیم که پایان ما را قرار بدهی، یک پایانی که آخرینش توبه مقبوله باشه، که بعد از این توبه مقبوله دیگر مرتکب گناهی و معصیتی نشده باشیم. خب ما در برای فرازهای از اینها نکاتی رو، محورهای مهمی رو مطرح کردیم، بیان حقیقت توبه، معنای توبه، شرایط توبه و توبه نصوح، توبه مقبول. در این فراز بعدی که رو به آخر می رویم، فراز ما قبل آخر، ولا تکشف عنا سترن، خدایا پایان ما رو توبه مقبول قرار بده و بعد به محضر تو که آمدیم یا در همین دنیا، اون چرا که پوشانده بودی بر ما از چشم بندگانت، از چشم اشهاد، پرده ای که بر ما پوشانده ای در برابر دیده اشهاد، اونهایی که شهودن، اونهایی که حاضرن، اونهایی که میدانند، این پرده را از روی کارهای ما برمدار. در اون روزی که اخبار بندگانت آشکار می شود، یوم تبلو اخبار عبادک، چند کلمه هست که ما این مفردات اینها رو باید بررسی کنیم. یکی کشف است، یکی ستر است، یکی اشهاد است. اینا ببینیم چی هست تا بعد ببینیم که مراد حضرت از این جملات روشنتر بشه انشاءالله. ولا تکشف عنا سترن، بر مدار بر ما، کشف مکن از ما اون ستر را. کشف در کتاب شریف التحقیق فرموده است که رفع و قطاع، برداشتن پرده، مانع،
و زایل کردن اون پرده از شیئی به گونه‌ای که متن اون شی، حقیقت اون شی آشکار بشه، حالا مادیان او معنویان. اون حقیقتی که مستور بوده یک امر مادی بوده یا معنوی بوده. در حقیقت معمولا این کشف در مواردی که عرض کنم به این که یک امر غیر مطلوبی، یک امر غیر دلخواهی این مستور هست، معمولا در این جور جاها به کار می رود. حالا اون امر غیر مطلوب یک امر ظاهری باشه یا فی نفسه مطلوب نباشه، یا اینکه مثل عذاب و زجر و سوء و امثال ذالک باشه، معمولا این کلمه کشف در این جور جاها به کار میره. هر صورت به این که پوشیدن اموری که دلخواه نیست، اگر این خدای نخواسته کشف بشه، کشف در این امور غیر مرغوب. نمونه هاشو ببینید، مثلا حالا چند تا شما اینجا آوردیم، در نحل آیه 54 ثم اذا کشف الضر عنکم، که ببینید این کشف در رابطه با ضره. لئن کشفت عن الرجز، کشف در رابطه با رجزه. اعراف 134، کشفنا عنهم عذاب الخزی، باز کشف در رابطه با عذاب خزیه. در یونس آیه 98، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، باز کشف در رابطه با سوءه. که اینها همه عرض شد به این که غیر مطلوب هستن. گاهی وقتا این غیر مطلوب هایی که مثل عذاب و رجز و ضر و سوء و امثال ذالک که فی نفسه غیر مطلوبن، گاهی هم یه سری غیر مطلوب های ظاهری در اونها کشف به کار رفته. کلمه کشف مثل فلم ما رأیتو حسبته لجتون و کشفت انساقیها، عرض شد خدمتتون که یعنی وقتی جناب بلقیس وارد شد بر قلم رو به سلطنت سلیمان و کاخ سلیمان، بر اون عرض شد به این که صحنه کاخ سلیمان که از شیشه بود، این عرض کنم به این که وزیر این شیشه ها آب جاری بود، حسبت و لجه آبهای متراکم رو که دید فکر کرد اینجا انبوه آب، بلقیس پاشنهاشو بالا کشید، دامنشو بالا کشید و کشف انساقی ها. کشف انساقی ها خب در اون حضور اونجوری راه رفتن مطلوب نبود که مثلا فرض کنید بین که پاشنه یه مرتی ناخواسته دامن بالا کشید، ترسید که مثلا افتید تو آب، شیشه بود، رو شیشه بود، اما زیرشون انبوه آب موج میزد، این کشف انساقی ها. هر صورت به این که در حقیقت میخواست وارد بشه، فکر کرد میخواد از آب رد بشه، از آب عبور کنه، لباس کشید بالا که اونچه که نباید پیدا بشه پیدا شد. این عرض شد بین که ساق پا شد، مثلا فرض کنید بین که ران پا و امثال ذلک پیدا شد، که اینجا خب اون غیر مطلوب که نیست این اونچه که پیدا شد، ولی ظاهر، ظاهر امر، یعنی این عرض شد در تلقی این عرض شد بین که تعارف و آشنایی اون هیئت، هیئت مطلوبی نبود که کشف انساقی ها. که ببینید باز کشف غیر در امری به کار رفته که غیر مطلوب است ظاهرا، نه واقعا، ولی اون رجز و ضر و خزی و سوء اینا همه خب دیگه غیر مطلوب هستن واقعا، که کشف، کلمه کشف به کار رفته. وقت دیگه اینجا این کشف گاهی همراه با حرف ان
به کار میره مثل همون کشف الضر عنکم لئن کشفت عنا، که عرض شد به این که در حقیقت اینجا مراد اون چیزی هست که ازش پرده برداشته شده، اون رزی که کنار رفته، اون ضری که کنار رفته، اون خزی که کنار رفته. گاهی وقتا هم متعدیه به عرض شد به این که ان نیست، عرض شد به این که متعدی بدون حرفه، یعنی بسیله ان و بسیله با و امثال ذالک، نه که در این جور جاها مطلق قطاع مراد، کشف مطلق قطاع هر نوع پرده ای، هر نوع حریمی، هر نوع پوششی. این هم یک نکته. نکته دیگر در رابطه با کشف این که عالم آخرت، که ما اینجا صحبتمون در اینه دیگه، ولا تکشف عنا سترا سترته علی رؤوس الاشهاد، عالم آخرت عالم کشف است، عالمی است که سرائر کشف میشه، پرده هایی که در عالم طبیعت بود کنار میره. پرده که میگیم حالا این وقت پرده هایی که آویز میکنیم، همین دیوارا پرده است، این که پشت یک کوه میری اون ور کوه از این ور کوه پرده است. عالم قیامت این موانع میره کنار، به خاطری که ویژگی های عالم ماده میره کنار. اون روز روز ظهور حقایق، حقیقت ها اونجوری که هستن. الان من عرض کنم به این که این ظاهرم پوشش هست بر اون واقعیت باطن و درونم. چه چیزی پیش میاد اونجا که افراد که نگاه میکنی حقیقتشون معلوم میشه؟ بله، حقیقتشون معلوم میشه. یوم تر المجرمین ناکسو وجوههم، چهره واقعیشون سرفکندگی است. بله، عالم آخرت اینجوری است. اون حجب و موانع از دیدها، از چشمها برداشته میشه، اون قیود مادی عرصت به این که و حدود دنیایی اینها همه برطرف میشه. کما این که یسرح علی ذلک، آیه سوره نور آیه 24، یوم تشهد علیهم السنتهم، شهود دیگه، و ایدیهم و ارجلهم، گواهی میدهد بر ضد اونها زبانشون، دستهاشون، پاهاشون، به ما کانو یعملون. این شهادت میدهد بر ضد اونها، یعنی همون کشف استار، این زبان حقیقت رو بیان میکنه بدون اینکه تو اراده کنی، یعنی ظهور حقایق عن کل الاشیاء. و یعنی عرض کن به این که شهادت، این که تشهدو، یعنی عرض به این که یعنی حضور اشیاء در نزد افراد. شهادت میدهد زبان، ایدی، ارجل، شهادت عبارت عن الحضور عند المعلوم، یعنی انگار که اون حقیقت آشکاره، واضحه. شهادت میدن اینجوری. عرض به این که وقتی شهادت رو مطرح میکنه، یعنی اشیاء آگاه به درون افراد هستن، احاطه بر اونها دارن، معلوم هست برای اونها، لذا زبان اون حقیقت و حق وجود این طرف رو بیان میکنه. عرض کنم به این که دست بیان میکنه، پا بیان میکنه. تشهد یعنی اون حقیقت معلوم است برای چشم و گوش و دست، به اینها رو بروز میده، ظهور میده. وقتی که این بروز و ظهور شد، این شهود شد، یعنی راه او، مسلک او، روش او، اخلاق او، اعتقاد او در زندگی دنیا اونجا که داشت، این اونجا تبیین پیدا میکنه، برای همه آشکار میشه. عرض کنم به این که یعنی اون چیزهایی که راسخ در نفس او بوده، در وجود او بوده، اینها رو دائره میریزه. اینها نکاتی که در رابطه با مسئله چی بود؟ کشف بود. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم جلد 10
صفحه 67. خب این لا تکشف عنا سترن، کشف نکن بر ما اون ستر را، ستری که بر ما گذاشته بودی. ستر چیه بابا؟ ستر رو هم باز ببینیم در این محتوای قرآنی. فرمودن ریشه کلمه ستر اینه که کون و شی تحت ساترن، عرصت به این که به ایه نحوین، به ایه وسیلت امکان که یک چیزی تحت یک پوشش باشه، ستر. و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون. در سوره مبارکه فصلت می‌فرماد به این که ما کنت و ما کنتم تستدرون، این که شما بعضی از خودتون رو بعضی از گناه ها میپوشوندید، این قطاع یعنی پرده می آویختید، این پرده آویختنتون و این پوشش ها ایجاد کردنتون، این در وقت ارتکاب فواحش و منکرات، این برای این نبود که نکند فردا چشم ما، گوش ما، دست ما علیه ما شهادت بده. چون شما باور به قیامت نداشتید، باور به قیامت نداشتید. این پرده انداختنتون اینها عرض شد بین که ما کنتم تستترونه، نمی پوشیدید، ستر نمی کردید، مخافت ان یشهد علیکم، از ترس این که علیه شما، سمع شما، ابصار شما، جلود شما شهادت بده، به این جهت نبود. ولکن ظننتم ان الله لا یعلم، شما مشکلتون این بود که گمان میکردید خدا نمیداند، خدا نمیداند، ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون، فکر میکردید خدا نمیداند، یعنی فکر میکردید این پرده بندازید کسی دیگه نمیفهمه، خدا هم نمیفهمه، خدایی نیست که بفهمه. اینجور نبود که نگران بودید میگفتید ما خودمانو بپوشیم که چشم ما، گوش ما، اینا علیه ما شهادت نده، از این باب نبود، بلکه از این باب بود که به خدا سوء ظن داشتید. حالا آیه بعدش هم ادامهش همینه، این که کلمه ستر، ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقتی تو قرآن قرائت میکنی، ما بین تو و بین کسانی که ایمان نمیارن بالآخره یک حجاب مستور قرار میدیم. اسراء آیه 45، حجاب مستور قرار میدیم. چیه این حجاب؟ این حجاب رو تعبیر به ستر کرده، یعنی همون مانع، یعنی همون قشاوه، یعنی همون قساوت، اینو تبدیل به ستر کرده. ستر یعنی چیزی که بپوشد، حالا گاهی وقتا بپوشد بدن را، گاهی وقتا بپوشد حقیقت، یعنی مانع حقیقت بشه، مانع فهم حقیقت بشه. که قرآن که عرشبت بین که از مظاهر معارف الهی و حقایق روحانی است و این قرآن را قلوب مزکا و مطهر و نورانی درک میکنه، فقط عرض شد به این که اینا اگر اذا تجبت العقول، وقتی که عقلها حجاب پیدا کرد، مانع پیدا کرد، به خاطر چی؟ موانع قلبها و عقول چیه؟ اون صفات خبیثه حیوانی، اون آراء منحرف، اون تمایلات مادی، اون اعمال فاسد، اینا میاد حجاب قرار میده. یعنی این امور عرصت به این که حاجب میشود برای اینها، در حقیقت این گناهان نفس اونها را یک نفسی میکند که این نفس سنخیت با این معارف قرآنی نداره، میشه حجاب، خودش میشه حجاب. انفسشون به این کیفیات، به این ملکات انحرافی، تمایلات مادی، اینها نفسشون یک نفس حجاب می شود، تسیر و حجبن، عرصت به این که بین اونها و بین قرآن، بین اونها مشاهده و ادراک حق،
لذا فرمود که ما حجابی قرار میدیم برای غیر مؤمنین به آخرت، یک حجاب مستور، یعنی دل اینها لیاقت فهم قرآن رو نداره، به خاطر گناهانشون، به خاطر اعتقاداتشون، به خاطر ملکاتشون. عرض شد به این که پس بنابراین این حجاب ها یک نوع ستر می شود برای اونها، یک نوع موانع، عرض کنم که ظلمانی می شود، همون حب نفسشون، انانیتشون، اون اعتقادات انحرافیشون که تعبیر میکنه قرآن لا یشعرون لا یعقلون امثال ذلک، که اون کمال حجاب در اینه. حجاب های مادی قابل برداشتنه، ولی بالاترین حجاب، حجاب نفسانی است، حجاب ظلمانی است که ستر میکند. خب وقت ولا تکشف عنا سترن سترته علی رؤوس الاشهاد، کشف معلوم شد، ستر هم معلوم شد، ستر مادی داریم، ستر معنوی داریم. بله، خب این باید بدونیم ما که این خداوند متعال که ازش میخواهیم این سترها رو بر کنار نکن، این سترها همش سترهای مادی نیست، این در و دیوار و عرصت بین که میز و تخته و پرده و عرصت پارچه و امثال ذلک نیست، یک سترهای دیگه است که خدا بین ما و اشهاد قرار داده که آبرومون نره. بله، ذاتمون خرابه، این ذات خراب ما رو ستر کرده بر دیگران، خواهی امر معنویه، ستر کرده بر دیگران، تعریفمون میکنن، تمجیدمون میکنن، دیگران فکر میکنن ما خیلی آدم خوبی هستیم. حالا میرسیم در اینجا، کشف نکن، یعنی به تعبیر روستایی این زیر دنبه رو بالا نده که بفهمن چه خبره اون زیر. آره، گفت دیدم. آره، میگه که عرض کنم خدمتتون که اون گوسفنده از جوب پرید. بله، گوسفنده از جوب پرید و بز گفت دیدم. این گوسفنده گفت حالا تو که همیشه بالاست، ما همیشه میبینیم، حرفی نزدیم، حالا یک مرتبه از ما رو دیدی. این حقیقت در قیامت برای همه اینطوره میشه، همه میبینن، همه میفهمن، همه این عورت را، خداوند به هممون رحم کنه، این عورت را، چیزی که عورت بوده، ببینید این که مثال زدیم گوسفند و بز و امثال ذلک، این عورت مادی است، این امر طبیعی است، خیلی مهم نیست. اون حقیقت عورت را که آبرو هست، که چیزهای پنهان هست، خدایا لا تکشف عنا سترن سترته علی رؤوس الاشهاد، در پیشگاه بندگانت، بر سر بندگانت، اشهاد، اشهاد اون شاهدها. این اشهاد چیه آقا جان؟ اشهاد، حرف داریم اینجا مقداری، اشهاد جمع شاهد، مثل صاحب و اصحاب باشه، یا اینکه اشهاد جمع شهید باشه، مثل شریف و اشراف از اون باب باشه، یا جمع شهد باشه، عرض شد به اینکه و هو شاهدون، مثل صحب و صاحب، از هر کدام از اینها میتونه باشه. عرض کنم به اینکه ولا تکشف عنا سترن سترته علی رؤوس الاشهاد، مثل که شما میگی که فعلت ذالک علی رؤوس الاشهاد، علی رؤوس الاشهاد یعنی به مرء من الاشهاد، یعنی به منظر من الحاضرین، علی رؤوس الاشهاد یعنی به حیث که اینها در معرض دیدشون قرار بگیره، در یک مکان مرتفعی قرار بگیره که دیگه لا یخفا علی احد. لا تکشف عنا سترا سترته، خدایا کشف نکن از ما اون پوششی را که پوشیده بودی، کشف نکن چجوری قرار بگیره علی رؤوس الاشهاد قرار بگیره، میرزه تو دایره همه تماشا کنن، همه ببینن، اینجوریش نکن، اینجوریش نکن بر ما.
در تقوا هم یه وقتی روایت رو خوندیم که سوال کردن تقوا چیه، فرمود تقوا اینه که اعمال شما رو بزن توی دایره، توی سینی بچرخونن در کل عالم. ما کان فیه شیئا تستحیی من، چی توش نباشی که ازش خجالت بکشی. این علا رؤوس الاشهاد میشه، این همیشه خجالتی ها، یعنی این عورت ها، یعنی اموری که پنهانه، اینها آشکار بشه، آشکار بشه. در رابطه با مسئله شهادت و اشهاد در کتاب شریف التحقیق باز در جلد 6 صفحه 131 نکاتی فرموده که فرموده است، چون مدخلیت داره در فهم آوردم اینها را، که ریشه این شهادت یعنی العلم بالحضور عند المعلوم و معاینته، یعنی آگاهی نسبت به اون معلوم. یه چیزی بر یه چیزی ما شاهد هستیم، یعنی اون چیز در نزد ما حاضره، اون چیز در نزد ما معلومه. خب این که یه چیز در امور در نزد ما معلومه، گاهی در امور محسوسه، گاهی در امور معقوله، گاهی در معارف شاهد بر یک چیزی اون امر یا معلوم است یا معقول است یا از امور معنوی و عرفانی است. عرض شد به این که چرا؟ به خاطر این که نفس که بر اشیاء نظارت پیدا میکنه دارای یک مراتبی هست، این شهادت و آگاهی نسبت به اشیاء. من گاهی وقتا مثلا بر این کتاب شاهدم، این کتاب در نزد من حاضره، خب یک مرحله است. به خاطر چی؟ به خاطری که این به عضو بینایی من در نزد من شاهده، در نزد من مشهوده. یعنی این که صورتی از این مبصر، یعنی از این کتاب، از این پرچم، از این دستگاه در شبکه دید من قرار میگیره و به وسیله قرار گرفتن این در شبکه دید من توسط اون عصبها منتقل میشه به دماغ، یعنی به اندیشه من، به فکر من. خب این مشهود هست بریم، مشهوده یعنی دیدنی به وسیله عضو بینایی. مثل این که در لیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، کسی که شلاق میخوره شاهد باشند عذاب اونها را طائفه از مؤمنین. شاهد بشن یعنی چی؟ یعنی ببینن، یعنی تماشا کنن، یعنی ببینن این شلاق رفت بالا خورد به گرده زانی و زانیه. وقتی خوب خورد این شلاق رو میبینه، این عذابی ای رو میبینه، این از طریق چشمش منتقل میشه به تخیلش و به اندیشه او و این در ذهن او ثبت میشه که این آدم شلاق خورد. لیال لیشهدو منافع لهم، حج میرن برای این که ببینن با چشمشون عظمت را و منافعی که اونجا در حج برای مؤمنین هست، که البته بعضی منافع معنوی هم هست ولی منافع مادی هم هست. حج 28، الذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، که این شهدا، شهدای چی هست؟ اونایی که با چشم ندیدن، کسانی که تهمت میزنن به یک زن پاکدامنی، به یک مرد پاکدامنی و بعد 4 تا گواه نمیرن. گواه چطوری؟ 4 شهدا چطوری؟ اینکه 4 تا ببینه کلمیل فیل فلمکحله، بله، بتونه شهادت بده، که این شهادت، شهادت بصری هست. یک مرحله هست. مرحله دیگر شهادت به وسیله اعضایش، شنوایی و چشایی و بویایی و لمسه. توجه فرمودین؟ اینها هم با شهود شهادته که در اینها، عزیز من، اون محسوس منتقل میشه به وسیله سامعه و زائقه و شامه و لامسه به اون عصب محسوس تا این که منتهی میشد به ادراک ما، به قوه ادراکی ما. یعنی شما این پوسته که چیزی نیست، ولی شما وقتی یک چیز ترش میذاری تو دهانت با چشایی،
این از طریق اون عصب منتقل میشه با اون قدرت چی؟ با اون جایی که شما تحلیل عقلی میکنی که میگی بله این مزهش با ترشیه که ما از فلان مغازه گرفتیم فرق داشت، این شوریش با اون فرق داشت، این عرش شیرینیش با اون فرق داشت، حالا به وسیله چشایی باشه یا صدایی که میشنوی این صدا با صدای دیروز متفاوت بود، یا یا شامه این ادکلونی که الان بو کردم این بوی عطر با اون عطری که از فلان مغازه گرفتم متفاوت بود. خب این کجا تشخیص میده متفاوت بود؟ تحلیلش مال عقله. بله این از کجا ورود پیدا میکنه به دریچه عقل آدم؟ از طریق چشایی، از طریق لمس، از طریق استشمام و امثال ذلک. توجه فرمودین؟ در شامعه مثل که بگیم که شهادتو بینکم اذا حضر احدکم الموت، بله حین الوصیت اسنان، وقتی که یک نفر میخواد بمیره دو نفر بیان شهادت بدن. یعنی چی؟ یعنی بشنون حرفای کیو؟ حرفای محتضر رو. این شهادت بدن نگه ببینن، خب ببینن داره میبینه دیگه، بشنون این شهادت بدن یعنی حرفایی که داره میگه، حرفایی میگه رو که بعد در اساس وصیت چگاه کنن؟ عمل کنن. مائده آیه 106: ام کنتم شهدا از حضر یعقوب الموت از قاله، که اینجا شهدا یعنی شنوا، بله شهید بودن شنوا بودن که از طریق قدرت سامعه، یا به لامسه باز در قرآن هست، اون آیه قبلی در بقره 133 بود، فشهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم فصلت، که این شهده یعنی اون چه که سمع و ابصار و جلود، یا قالوا لجلودهم روز قیامت به پوستشون میگن لما شهدتم علینا، که پس معلوم میشه که این پوست چیکار میشه؟ این شاهد بوده، این پوست این دست ما شاهد بوده، شاهد بوده که روز قیامت میگه برای چی شهادت میدی علیه ما. سوال آقای اجاقی، شما چرا این باصره رو جدا کردی؟ میگه باصره هم از همین حواس سامعه و ذائقه و شامه و ایناست، از یکی از همین بقیه است، اما به لحاظ این که بیشتر مدخلیت داره، بله بلذا او رو جدا آوردن، و الا باصره هم از حواس ظاهر است، حواس ظاهره رو که از اون سابق میشمردن میگفتن 5 تا، بله باصره، سامعه، ذائقه، شامه، لامسه، این 5 تا هستن. اگر جدا میاریم به لحاظ این که عرف او رو مستقل میداند یک مقداری بیشتر، عرصت بین که بحث شهاده، چون بینایی مدخلیت بیشتر داره. این هم از این دیگه. وقت شهادت مطلق که توش قید لمس و سمع و ذوق و اینا هم نیست، باز هم در قرآن هست، ولا تکتمو الشهاده الذین هم به شهاداتهم قائمون قل هلم شهداءکم الذین یشهدون، که اینها میتونه مطلق باشه که سمع و بصر و امثال ذلک، غیر امثال ذلک نیورده که ما چیز کردیم. خب این مراحل مختلف برای شهادت که علی رؤوس الاشهاد، اینهایی که اشهادن، اینه چطور اشهادن؟ بله اشهادن به سمعشون، اشهادن به بصرشون، اشهادن به شمشون، انواع مختلف، به همه این انواع اینها میتونن شاهد بوده باشن بر ما و بعد علیه ما بشه، در مقابل ما باشه. وقت نکته دیگه داریم در بحث شهود که عرض خواهیم کرد، نکته مهمی هست که باقی مونده ان شاء الله للکلام تتمتون فردا، و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.